سلام رفقا، محسن سیکس هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. اول از همه ممنون میشم لایک بکنید. لایک شما حمایتی میکنه از من و کاری میکنه که بقیه هم بتونن ببینن. خب بریم آقا سراغ ویدیو. اولا که بگم من چند وقت نبودم، واسه بچه هایی که پیگیر هستن لطف میکنن به من، منت سر من دارن، ویدیو رو میبینن، لذت میبرن، انرژیشون هم به من میرسه. آقا ما چشمامون عمل کردیم، چشما رو لیزی کردیم، تو قرنطینه هم بودم. بعد چند روز که از اتاق تاریک کامل اومدم بیرون، تونستم یه نقطه چشمامو وا کنم، وارد گیم شدم. ولی خب اون نقطه که تونستم وا کنم چشمامو خیلی دید ضعیفیه، یعنی یه جورایی عملا بگم کورم تو این حرکت. میدونم. حالا گوش کنید ببینید یار من چی میگه. درسته. این دوست من اطلاعات از من داشتش که من چشمام نمیبینه. از جراحی اومدم بیرون و کاملا کورم. با چشم نیمه باز اومدم. واقعا نمیدونم، توجه کنید نشونه ها رو یه جای درست نمیدونم، اصلا نمیتونم ببینم. از این پنجره خونه جلوترش رو آره خب خودش هم همه اومدن اینجا جمع شدن. از یه طرف دیگه مشکلی که بود این بود که من یه تنظیمات رو به اشتباه دستکاری کردم، حد بوتون فور روتیشن رو زدم. این چیکار میکنه این گزینه آشغال؟ اینه که وقتی که هیفایر میزنی دیگه سفر نمیتونی، وقتی دست رو هیفایر نمیتونی سفر رو بچرخونی. الان میبینید که میرم درستش کنم. توجه هم بکنید، الان بخوام که فنک دستم بگیرم هیفایر کنم، متوجه میشید که من نمیتونم وقتی که دارم هیفایر میکنم سفر رو تکون بدم، زیر خوشگله رو بزنم. خودش هم اول کاری کار ندارم. فایت نزدیک بود و چه گانایی هم دستم اومد. همین خودش هم فقط تو این بازی صدا پا، کلن با صدا پا بازی کردم. اینه اینو رعایت نمی کردم به فنا می رفتم. یه اینجا بینم خوشگله. صدا پا تو بازی خیلی تأثیر می داره. اگه یه هدفون خوب داشته باشید به نظر من نصف کار چشماتون رو انجام میده، چون ریستر این صدا ها رو دور بایتون بالا پایین بهتون میده. خب حالا من اینجا نشستم، تنظیمات بیسیک، یعنی اینو هیچ موقع آفش نکنید، هیچ موقع آفش نکنید. آشغال نگاه، الان هیفایر تونستم تازه بچرخونم. واقعا گزینه به درد نخوریه، به درد هیچ جا نمیخوره، نه مولتی نه بته. حالتا یکم به درد مولتی میخوره کسایی که فقط بخوان اسنایپ بزنن، ایم اسنایپ رو ثابت ترش میکنه. همین، هیچ فایده دیگه ای نداره. آقا حالا تا اینجا که اومدید یه اتچمنت کیلوی خوشگل بهتون بدم. آقا این اتچمنت نقطه زنه، فایر ریت خوبی داره این کن، خودتون میدونید. این اتچمنت چیدمان دقت خوبی داره، خیلی خوشگل میزنه، لگد نداره، فقط پرک بازو بندازی روش با رنج با پرک امانش خشاب، همین کافیه، همه کار رو واسه شما در میاره. ولی خدایی فکر نمیکرده که بتونم این دست رو در بیارم، چون واقعا کور بودم. خیلی واسه خودم جذاب شد، یعنی اصلا توقعش نداشتم. گفتم بیام فقط یکم بازی کنم سرگرم بشم و میخوره حواسم شات رو ببین جانا. یعنی بعد اینجا خودم تشتکام پرید که اصلا محسن داری چیکار میکنی؟ نمیفهمم تو داری چیکار میکنی. ولی خب با کمک صدا پا تونستم این کار در بیارم و اصلا یارم حقیقتا کمکم کرد. حالا بعد این دست دستای دیگه یه دست که دو دست گرفتم چشمم خسته شد، به یارم میگفتم، چون دیگه این دست اول بود، دستای بعدی دیگه چشمم دیگه کار نمیکرد، خسته شده بود.
به یارم میگفتم اصلا جلو انمی که هستش واسه هم مارک کنه، مارک تو رو ببینم اون طرف تیر بزنم. واسه خواهیم جای تعجب داشت، ولی الانی که دارم واسه تون ضبط میکنم یه خورده دیدم بازتر شده. اگر بخواید واسه تون واسه عملش و چیزی که گیم سر چشما میاره، آسیبی که به چشما میزنه رو میتونم واسه تون توضیح بدم، یه ویدیو راجبش بسازم و اصلا از عملش بگم که چه اتفاقی میافته، چجوریه و چه نقاطی داره، دورش چجوریه. این چه داره میتونم بهتون توضیح بدم بدونید. همین چیزی هم نیستش. خودش ببین چه شاتی میزنم، نمیخوره، قبول دارم. الان بچه ها میان کان میذارم، تو خیلی نوبی، نگاه کن داری میس میدی. آقا هیچ کدوم اینا مهم نیست، خودتون عشق، حتی اونایی که هیت میدن. دم همگیتون گرم تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگرم لایک نکردی لایک کن که به دیگران هم نشون داده بشه، یه حمایت از من میشه. خیلی گلید، تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.